الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته این های نهایت معزز و گرامی و خوب برنامه بینش و بصیرت اسلامی امیدوارم صحتمند و صحت در لباس تقوا انشاءالله که قرار داشته باشید به همی امیدواری انشالله مبحثی که در نظر داریم در مورد شناخت انسان و مطالعه انسان در پرتو بینش اسلامی و جهان بینی اسلامی با شما عزیزان کلماتی که در نظر داریم شریک بسازیم عزیزا ما در مطالعه انسان و در شناخت نظام باطنی انسان که تصامیم خوب و بد انسان اونجا گرفته میشه با شما حرف را آغاز کردیم زیر عنوان مطالعه انسان در جهان بین اسلامی بعد از که ما سر عوامل خیر و شر صحبت کردیم و دو محرکی که در ما با ما در تماس استن یعنی عامل خیر عبارت از روح عامل شر عبارت از نفس محرک خیر عبارت از ملک محرک شر عبارت از شیطان محل کارگردانیشان عبارت از قلب و دل انسان معخذ و مرجی و رفرنس استفادهشان به غرض جهدهی غرایز خوب و بد ما شعبه حفظی ما که ما در جلسه گذشته در این مورد صحبت کردیم و نهایتا به این بحث رسیدیم که ما چی کرده میتونیم که قوه روحانی خدا رشد بتیم عالی بسازیم در نتیجه قلب به عنوان عضریت مهم و عضریت مرکزی انسان را اشغال بکنه و در اونجا انسان فیصله هایش فیصله فيساله خیر شود یک انسان سلیم شود ای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارشاد می فرماین فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو الا و هی القلب الا و هی القلب الا و هی القلب اصلاح قلب یعنی چی؟ یعنی قلب در اختیار نیروهای خیر قرار بگیرد روح و ملک تا اینکه همه اعضا تابع قلب هستند و چون اصل کرسی و صندلی وجود انسان را که عبارت از قلب باشه نیروهای خیر اشغال کرده و غلبه حاصل کرده و سلطه حاصل کرده پس پاه انسان گوش انسان چشم انسان به سوی خوبی ها و در مسیر خوبی در حال حرکت میشه فساد قلب یعنی یعنی این که قلب را نیروهای شر اشغال بکنم نفس و شیطان و میفهمین عزیزای گرامی به هر میزانی که قوی روحانی ما رشد کرده باشه به مو میزان الهامات ملک در قلب ما جذب میشه مسیر ما جهت ما به سوی صالحات طاعات عبادات اعلای کلمت الله خدمت به خلق الله دین و دعوت میشه و مبارزه در راه خدا و آرام نشستن در برابر مظالم و مفاسد که در کل کره زمین جریان داره انسان بازی تو تصور پیدا میکنه اما هرگاه قوی روحانی ما ضعیف قرار بگیرد چنانی که اکثر انسان ها چونین هستند برعکس قوه نفسانی بسیار تغیان کنه قوی شوه در نتیجه وساوس شیطان جذب میشه در قلب و الهامات ملک دفع میشه مسیر انسان به طرف خدعه، فریب مکر مظالم مفاسد بازی دادن دیگران در تخریب دیگران نفع خود را دیدن این همه اوصاف از اینجا نشأت میگیره عزیزان خب حال وقتی که صلاح قلب صلاح وجود است و اون هم به اختیار به اشغال نیروهای خیر ما چی کنیم که نیروی خیر ما که عبارت از روح است رشد کنه عالی شوه برتر شوه نیروی شر ما تضعیف شوه در نتیجه سمت و سوی ما به سوی خوبی ها شوه هر کدام از اینها به خود غذا داره روح به خود غذا داره نفس به خود غذا داره اجازه دهید که با شما غذاهای این را شریک بسازم غذای روح مجموعی از عبادات است مجموعی از عبادات که شما میشناسین در فقه اسلامی در شریعت اسلامی در فرهنگ اسلامی اون غذای روح است و به او خاطر عبادت یک مسئله کوتا و مختصر و موجز نیست که موارد را عبادت, عبادت نامید و موارد دیگر را خارج از عبادت خصوصا امت اسلامی اگر نیتش رضای خدا جل جلاله باشه و با طریقی متحر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حرکت بکنه همه زندگیش مجموع عبادت است بناعا عبادت یعنی چی؟ یعنی داشتن هر نیت نیک یعنی هر قول نیکی که از زبان انسان خارج میشه و هر عمل نیکی که از اعضا و جواره انسان تولید میشه این عبادت است خب چند شرط داره عزیزا عبادت برای خود شروط قبولی داره اگر شرایط قبولی شه مد نظر نگریم بازی میشه که اون دوستره خدای ناراز انسان زله و خسته و مانده ولی پیش خدا به اصطلاح ارزشمند نیست به اندازه یک دانی ارزن اتور نشه. عبادات یعنی چی؟ پیامدش چی باید بوده باشه؟ لهم له اجرهم و نورهم اجر و پاداش و ثواب و به اصطلاح پاداش در آخرت در زندگی دنیا نور فیض برکت سعادت صلح و سلام عزت و حیثیت و آبرو داشتن و در مسیر مثبت در حال حرکت بودن این ای, ای،, ای های عبادات است پس عبادات به خود شروع داره اولین شرط هران عملی که انجام میتیم اتباع پیغمبر شرط اساسی و نخستین شرط نخستین شرط عبادت اون چیزی که خدا و پیغمبرش تعیین کرده باشه اونی که من تعیین میکنم شما تعیین میکنه اون بدعت بدعت دلالت نهایت شاتش جهنم پس هر چیزی رو که انجام میتیم اتباع پیغمبر صلی الله علیه و سلم شرط اساسی و اولی و نخستین شرط دومی اخلاص صد فیصد اخلاص نودونو اشاری فیصد انسان در عمل اخلاص داشته باشه ولی یک اشاری چیز دیگر نظر داشت دیگری را سهیم ساخت الله سبحانه و تعالی اون 99 اشار فیصد را هم بر رویش بزنه بدلی رزی که به اساس قول مخبر صادق حضرت رسول صلی الله علیه و سلم انا اغنى الشركاء عن یعنی الشرك. از خدای بزرگ نقل میکنه ما غنی هستم از شریک که با ما قرار دادی بنا انسان از دو جای مزد گرفته نمیتونه اخلاص للهیت در زندگی انسان بوده باشه ربانیت انسان رنگ ربانی سبغی الهی به خود پیدا کرده باشه ای انسان میتونه که عباداتش عملش دعوتش مبارزه شب و روزش به نزد خدا جلت عظمتو عبادت حساب شود به شمول نان خوردنش به شمول انبستریش با همسرش هر چیز عبادت شده نمیتونه در اون که اخلاص نباشه دنیا را فتح کنیم رضای خدا و الهی کلمت الله هدف نباشه پیش خدا یک تو ترزش نداره دنیا را فتح کنیم چی دست به که ما سجده های ناقص و به حضور سوم و سلات به حضور تو با تظاهر و ریا از ما بیرون میشه و با باز منتظر آمستیم که به ما فیض و برکت و سعادت و صحت سلامت و آزادی و استقلال خپلواکی برسه نه خیر جایگاه خدا را درک کنیم قل این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین چی معنا مته اخلاص پس شرط دومی از شرایط پذیرش قبولی عبادات و طاعات انسان به درگاه عظیم ذات اقدس الهی که سبب و فیض و برکت و نور و سعادت و رشد و روحی در انسان میشه اخلاص است از این جهت عزیزای گرامی داشتن هر نیت نیک هر قول نیک و هر عمل نیک که به خاطر خدا باشد فراموش نکنیم که به خاطر خدا باشد صد فیصد اخلاص اتباع پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو موجود باشه و انشالله که لقمه حلال لباس حلال این واقعا سبب رشد روحی انسان میشه نیت های نیک زیاد است انسان کوشش کنه که نیت های نیک داشته باشه اگر من توانستم این ظلم دور می سازم این برای حفظ صحیح انسان ها این کار را میکنم کنم برای دستیابی انسانها ها به این سهولت به این ترقی این کار را می کنم چون این کار دعوت ایجاد می کنم چون این پروسه و جریان هرچند انسان توفیق انجام اون کار را نیابد ذات اقدس الهی ذات رحمان و رحیم اجرش می به مخاطر بنده یک سری از ثواب و پاداش را در آخرت میبینه که هرچی فکر میکنه باید نمیاره که من کجایی انجام دادیم بعد میگه یا الله امیر ندانستم این چی هست میگه نیتش را کرده بودی نیتش در دلت موجود بوده توفیق حاصل نشد یا آغاز کدی مان یا در نیمه مان بالاخره ما برات مکمل اجر و پاداش میدم. اقوال نیک اعمال نیک من امین که من در محضر گرامی شما قرار دارم و این صحبت ها را دارم انجام میتم شرطی است که من به خاطر خدا این صحبت ها را بکنم و ایلای کلمت الله مطمئن باشین که امی صحبت ها سبب رشد و روحی بمیشه پس هر گپ نیکی که از انسان بیرون میشه این سبب رشد روحی انسان میشه و هر عمل نیکی که هر عملی که در صالحات میه هر عملی که در عبادات و طاعات میه در بندگی میه او انجامش سبب رشد و روحی انسان میشه اما اگر خواسته باشیم که عبادات را به اصطلاح مشخص بدانیم به دو گروه تقسیم میشن اجازه دهید یک تعریف دیگریم از عبادت جدیدن به زینم خطور کرد این هم با شما, شما شریک بسازم یک تعریف دیگر از عبادت این است که تعظیم الخالق و خدمت المخلوق تعظیم بر خالق سر پایین کردن به خالق اوامر نواهی خدا را رعایت کردن به حریم و حدود خدا تجاوز نکردن پا فراتر نگذاشتن این تعظیم الخالق و خدمت المخلوق خدمت خلق الله را انجام دادن در آسایش و آرامی انسانها ها دست بکار شدن زندگی تنها منحصر به فواید و منفعتهای خود ندانستن این عبادت است با تأسف و با تأسف که احساس خدمت به خلق الله در اکثر قاطبه انسان ها است حتی برعکس در ازرار دیگرا در تاوان دیگرها مسلحت خود را میابند جستجو میکنه در تخریب دیگرها تعمیر و آبادی خود را جستجو می نه تعظیم الخالق و خدمت المخلوق تعظیم خالق تقدیس بر ذات اقدس الهی و خدمت خلق الله را انجام دادن این عبادت است خب دو شرط دارم به غرض اعلای کلمت الله هر کاری که میکنیم نیت مایی باشه نام خدا بلند شود نام خدا زنده و در قلوب و افکار با اعمال و کرکتر و سلوک نیک انجام میتیم و, و از اله کلمت الله هم نیت ما حصول رضایت خدا جل جلاله باشه با کمال تعصف و درد باید گفت در قلوب اکثر انسان ها نام هر چیز زنده است نام هر چیز زنده است میگن یک گلاس آب یک لیوان آب یک چاکلیت که شرین است یک لقمنان انسان خوشحال میشه انسان به اون طرف تلاش داره ولی چیزی که در قلب اکثر انسان ها مرد است نام بزرگ نام با عظمت و نام مبارک الله سبحانه و تعالی است انبیاء علیه السلام خدا می گفتن جان می دادن به یک, یک مرتبه تمام زندگیشان را و تمام داشته هایشان را نقد در محضر گرامی خدا جل جلاله گذاشتن این را می لذین آمن آمنوا اشد حبا لله هر کس و ناکس نمیتانه که به سوی خدا و تقرب خدا جل جلاله حرکت کنم از مال گذشتن از عزت شخصی گذشتن و فردی از اولاد گذشتن از زن و اولاد گذشتن و حتی وجودشان هم نقد به خدا پیش کردن اما حاضر قربانی نیستیم و به تعقیب از اینها علمای ربانی اولیاء الله حقیقی عامل دعوتگر و مبارز که در راه خدا خستگی ناپذیر حرکت کردن و به یک قلم به خدا این زندگی خشان را اختصاص دادن این میگه که الهی کلمت الله خدا جل جلالهو نام و مبارکش را در قلب ما زنده بسازه مومینین واقعی کی هستن عزیزا قرآن تعریف می داره انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنین واقعی کسایی هستند که وقتی نام خدا جل جلاله گرفته میشه از صفات خدا از اسماء الله از جلال و جمال و عظمت و کبریای خدا جل جلاله صحبت میشه قلبشان میلرزه و لقاء الله سخت انتظار دارند اینا کسایی هستند که قلبهایش در قلبهایشان نام خدا جل جلاله زنده است نه هر کس نه به او خاطر تعظیم الخالق و خدمت المخلوق این این عبادت است که انسان خدا را تقدیس کنه هرگاه از سجده خود حض بردیم سجده ما برای ما مزه داد ما احساس بکنیم که مؤمن هستیم عارف بالله هستیم شناخت داریم و از شناخت موجوده حب خدا اصل شده است جل جلاله نهایتا نیسارگر و فداکار در راه خدا و الهی کلمت الله به غرض وصول رضایت ذات اقدس الهی هستیم در غیر آن ادعاهای های میان تهی و میان خالی انسان را بنده واقعی و به خصوص بنده که مورد تایید خدا شدن من تو احساس میکنیم که مؤمن هستیم ولی آیا پیش خدا مؤمن حساب شده ای؟ پیش خدا مؤمن قلمداد شده ای؟ پیش خود احساس میکنیم مسلمانیم تسکریم اسلامی است آیا خدا تو را تکمار کرده عزیزم وقتی قصه انسان جور میشه که خدا انسان را تایید کنه الله سبحانه و تعالی انسان را تایید کنه که بلی تو مومن هستی مثل که برای ابراهیم علیه السلام گفت انه من عبادنا المؤمنین انا کذالک نجد المحسنین انه من عبادنا المؤمنین ام محسن خطابش کس ام برای حضرت یوسف علیه السلام هم میگه انه من عبادنا المخلصین ازی خاطر دوستا تعظیم الخالق و خدمت المخلوق این این تعریف دیگر از عبادات است عبادات به دو گروه تقسیم میشه عبادات با قید و شر و عبادات بدون قید و شرط ان شاء الله که در جلسه بعدی روی این عبادات مقید بشر و غیر مقید بشر به شکل مشخص با شما ان شاء الله صحبت خواهیم کرد تا حضور و دیدار و بعد تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات